بسم الله الرحمن الرحیم. مازیار ابوالحسنی هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی روباتیک و دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک. با دوره آموزشی نرم افزار سالید ورک در سطح مقدماتی در خدمت شما هستیم که این مجموعه برای فرادست تهیه شده. اگر که قصد داریم که در صنعت در بخش تولید و کار با دستگاه‌های CNC و همچنین در بخش مدل سازی فعالیت داشته باشین، یا به عنوان یه نرم افزار طراحی و حالا به هر علتی یه نرم افزار طراحی سه‌بعدی رو یاد بگیرید، یکی از پیشنهادهای خیلی خوب و مورد پسند در مجامع بین‌المللی نرم افزار سالید ورک هستش. نرم افزار سالید ورک ساخت شرکت دستیولت سیستم هستش. این شرکت در سال 1981 در فرانسه تأسیس شد و در 4 حوزه مهم CAD، CAM، CAE و PLM مشغول فعالیت هستش، که البته نرم افزار سالید ورک در حوزه CAD قرار میگیره، یعنی حوزه کامپیوتر ایدد دیزاین. این شرکت فعالیت خیلی گسترده و متنوعی داره و نرم افزارهای مختلفی تولید میکنه. اینجا عنوان 10 مورد از نرم افزارهای این شرکت رو میبینید که 2 مورد بالا برنامه های مدیریتی تلقی میشن که در بخش مدیریت تولید و اینها استفاده میشن. در بخش سمت راست برنامه های مدیریت اطلاعات تلقی میشن و اینها هم در بخش صنعت کاربردهای خودشون رو دارن. در پایین برنامه‌های شبیه سازی سه‌بعدی مثل دلمیا، سیمولیا و تریدیویا هستش که اینها هم اگر مثلا اسم نرم افزار انسیس رو شنیده باشید، اینها هم کارهای مشابه اون رو تا حدی انجام میدن. و در بخش سمت چپ هم مدل سازی سه‌بعدی که به عنوان معروف کتیا و سالید ورک اون رو احتمالاً قبلا شنیدید. این شرکت نرم افزار سالید ورک رو در سال 1995 ساخته. این نرم افزار یه نرم افزار همونطور که گفتیم CAD هستش، که نرم افزارهای CAD نرم افزارهایی هستن که شما به کمک اونها در کامپیوتر مدل سازی میکنید در واقع، و اون قطعه ای که مد نظرتون هستش رو به صورت سه‌بعدی ترسیم میکنید. این نرم افزار الان حدود در واقع بیش از 2 میلیون مهندس باش کار میکنن و بیش از 165,000 شرکت لایسنس اون رو خریدن و در حال استفاده هستن. خب به طور بدیهی این تعدادی که الان اینجا اعلام شده مربوط به اونهایی هستش که لایسنس این نرم افزار رو خریداری کردن. و اگر دوست داشته باشید اطلاعات بیشتری در مورد این نرم افزار کسب کنید، میتونید به سایت solidworks.com مراجعه کنید. اما یه بحثی که همواره مطرحه و سوالات متنوعی در مورد اون پرسیده میشه و تا 2 عنوان سالید ورک و کتیا که هر دو هم محصول یک شرکت هستن مطرح میشه، این سوالها هم مطرح میشه، این هستش که خب این دو با هم چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارن. اولین شباهتش اینه که هر دو ساخت یک شرکت هست. و همچنین نرم افزار کتیا هم در حوزه کت کار میکنه، نرم افزار سالید ورک هم در حوزه کت کار میکنه، اما نرم افزار کتیا رو میتونیم به عنوان یک نرم افزار جامع مهندسی در نظر بگیریم. در حالت پیش فرض، یعنی اون حالتی که ما افزونه ها و پلاگین های مختلفی روی نرم افزار سالید ورک نصب نکردیم، نرم افزار سالید ورک همینچین شباهتی به نرم افزار کتیا نداره. مثلا یه مورد اگر بخوام مثال بزنم، بحث ماشین کاری در نرم افزار کتیا به صورت پیش فرض وجود داره، اما اگر ما بخوایم که در نرم افزار سالید ورک این رو داشته باشیم، باید افزونه ها و پلاگین های مرتبطش رو نصب کنیم. اما از طرفی نرم افزار سالید ورک یک نرم افزار یوزر فرندلیه، یه نرم افزاریه که کاربرها کار با اون رو میپسندن، راحت ترن موقعی کار با اون
مشکلات کمتری دارن، سختی کمتری احساس میشه. اما در کتیا اینطور که گفتن اینطور نیست، مخصوصا نقطه های قدیمی کتیا. اما علارغم اینکه نرم افزار کتیا بسیار جامعه و حتی دقیق تره، حتی بعضا هواپیما با اون طراحی میکنن و همچنین از این نظر بین خیلی نرم افزارهای سه‌بعدی سرآمد تلقی میشه، ولی باز هم استفاده از نرم افزارهای دیگه‌ای مثل سالید ورک و اینها هم مرسومه و اصلا این هر دو جای خاص خودشون رو دارن. و نکته بسیار مهمی که هست، نرم افزار کتیا به همون علتی که گفتیم خدمتتون یه نرم افزار جامع مهندسی هستش، بسیار گرونتر از سالید ورک و یا نرم افزار مشابهی. ما در قسمت بعدی مقایسه خیلی خلاصه و ساده‌ای بین این دو نرم افزار از نظر قیمت داریم. ببینید، نرم افزار سالید ورک توی نسخه 2013 در نسخه پریمیومش این 7995 دلار قیمتشه، که در واقع دیگه میشه اون رو سقف قیمت نرم افزار سالید ورک دونست. اما نرم افزار کتیا کفش 9000 دلاره و سقفش 65000 دلاره. خب این به خاطر این هستش که البته وقتی نرم افزار رو میفروشن خیلی خدمات جانبی و اینها هم داره باش، ولی که هر کدوم از اونها یه قیمتی اضافه میکنه، ولی همه اینها رو که با هم جمع کنیم 65000 دلار یک شرکت طراحی مثلا به بابت این نرم افزار خرج میکنه. خب طبیعتاً چنین بودجه‌ای و هزینه‌ای در اختیار همه شرکت ها یا همه افراد نیست، لذا این شرکت های نرم افزار ساز میان نرم افزار ساده تری رو هم طراحی میکنن که اولا قابلیت های خیلی خوبی داشته باشه و یه سری کارهای مرسوم و راه بیاندازه، ولی خب از نظر قیمت هم بتونه ارزون تر باشه. خب شاید سوال کنید که ما حالا نرم افزار سالید ورک رو میخواییم یاد بگیریم، یک مرجع مطالعاتی مفید و جامع و کامل توی اون زمینه چیه؟ بعد از بررسی مختلفی که من انجام دادم، یک کتاب پیشنهادی ما کتاب سالید ورکس 2013 بایبل هستش. ببینید، این کتاب بایبل سالید ورک در واقع این فرهنگ انگلیسی به این کتاب‌های جامع و دم دستی که شما هر موقع نیاز داری به اون مراجعه میکنی میگن بایبل. مثلا شما اگه یه دونه جوشکار باشین و بخواید که یه کتابچه همراهتون داشته باشید که اون جزئیات جوشکاری رو هر لحظه در بیاد از جیبتون و نگاه کنید و اون رو مطالعه کنید، به اون کتاب میگن بایبل جوشکاری. این هم که عنوان بایبل بهش اختصاص دادن روی همین ماجرا هستش. یه کتاب بسیار جامعی آقای مت لامبرت این کتاب رو تألیف کردن و انتشارات وایلی هم اون رو به چاپ رسونده و در سال 2013 هم چاپ شده، خیلی قدیمی نیست، همونطور که با نسخه خود نرم افزار هم تطبیق داره و از مقدماتی تا پیشرفته رو هم شامل میشه. یعنی شما اگر که تا به حال اصلا با این نرم افزار کار نکرده باشید، این کتاب برای شما مطالب مفید داره. و حتی اگر یه سالید ورک کار حرفه‌ای باشید و بخواید یه سری جزئیات و نکات ریزی رو تو این کتاب دنبالش بگردید، باز این کتاب برای شما توضیحاتی داره. قیمت اونم تقریبا 35-6 دلار هستش و خود انتشارات وایلی هم یه صفحه اختصاصی برای این کتاب در نظر گرفته که نشونیش به همین ترتیب هستش که مشاهده میکنید و شما میتونید با مراجعه به این صفحه هم در مورد خود کتاب اطلاعات بیشتری پیدا بکنید و هم فایل تمرین ها و یه سری ویدیوهایی رو در اونجا مشاهده بکنید. خب آنچه که عرض شد تا اینجا به عنوان یه مقدمه و آشنایی با این نرم افزار و معرفی یه منبع و مرجع مفید برای مطالعه بیشتر هستش. حالا خوبه که ما وارد خود نرم افزار بشیم و در مورد اون هم بحثمون رو شروع بکنیم. وقتی که ما نرم افزار سالید ورک رو باز میکنیم، اون اولین صفحه‌ای که باش مواجه میشیم این صفحه هستش. خب این صفحه چند قسمت کلی داره که در بالا سمت چپ
ما اون منوهای مرسوم نرم افزارهای ویندوزی رو میبینیم. خب طبیعتا در هر منو گزینه های مربوط به اون وجود داره که حالا ما تو این بخش قصد توضیح جزئیات رو نداریم. فقط نکته ای که هست اینه که اگر ما بخوایم این منوها نمایش داده نشن و هر موقع ما کار داشتیم اونها فقط نمایش داده بشن، این سوزن تگردی که اینجا هست، در واقع این پینی که اینجا هست، ما میتونیم برداریم و میبینید که اون جمع میشه منو. و وقتی که روی این آیکون سالید ورک بیایم، اون منو باز میشه و میتونیم به موارد دلخواهمون دسترسی داشته باشیم. در سمت راست این منوها یه سری منوهای شورتکات وجود داره که باز کردن یه فایل جدید یا نیو، باز کردن فایل قدیمی یا اوپن و ذخیره، پرینت، برگشت به عقب یا آندو و الی آخر، اینها اینجا وجود دارن. یه نکته خیلی مهمی که تو این صفحه دیده میشه و اگر ما وارد خود پنجره نیو بشیم و فایل جدیدی رو باز کنیم و آغاز به کار کنیم، این نکته دیده نمیشه، این هستش که وقتی ما وارد این منو بشیم، میبینید که اینجا گزینه سیو اند ریستور ستینگ وجود داره. خب این گزینه سیو اند ریستور ستینگ مربوط به این هستش که شما اون میز کار سالید ورکتون رو وقتی خصوصی سازی میکنید، و ما حالا تو بخش بعدی بیشتر به اون اشاره خواهیم کرد و اون رو توضیح خواهیم داد، اون رو از اینجا میتونید ذخیره بکنید و بعداً تو مواقع دلخواهتون اون رو دوباره استفاده کنید. حالا این کی کاربرد داره؟ ببینید، خب خیلی پیش میاد که مثلا ما با کامپیوتر شخصی خودمون تو خونه کار میکنیم، اون منوها و موارد لازم رو به سلیقه خودمون، به دلخواه خودمون یه جوری چیدیم و حالا میخواییم که بریم تو محل کار هم با همون نرم افزار کار بکنیم. خب طبیعتاً وقتی که ما بخوایم کار بکنیم، ترجیح میدیم که منوها و چینش اونها جوری باشه که ما تو خونه باش کار کردیم، چون اونطوری راحت تر بودیم. لذا میتونیم اون رو از این طریق ذخیره بکنیم. و خب ببینید، وقتی که ما وارد بخش سالید ورک کپی ویزارد میشیم، این رو میتونید شما ذخیره بکنید با انجام این فرایند. بعد از ذخیره سازی اون فایل رو به اون سیستم مد نظرتون انتقال بدید و دوباره اونجا اون رو ریستور بکنید. بنابراین ما میتونیم با استفاده از این پنجره اون تنظیمات و شخصی سازی های خودمون رو ذخیره کنیم یا دوباره ریستورش کنیم. خب ما حالا فعلا با اینجا کار زیادی نداریم و قصد معرفی کلی داریم. در سمت راست بالای این پنجره اولی که داریم، و البته این موارد توی همه پنجره های سالید ورک خواهد بود، خب خروج و ریستور و مینیمایز که خب چیزای مرسوم ویندوز هستش، در کنار اونها گزینه هلپ رو داریم که اون هم همین منوی هلپ، این منوی هستش که ما اینجا داریم، و در بخش کناری اونها یک گزینه مفیدی داریم به اسم سرچ. در اینجا ما میتونیم اون لغت و موضوع مد نظرمون رو جستجو کنیم. ولی خب شاید سوال پیش بیاد برای شما که این جستجو دامنش چیه؟ یعنی ما در واقع داریم کجا جستجو میکنیم؟ خب با فشار دادن این فلش، پنجره این بخشی که باز میشه رو ما میتونیم انتخاب کنیم. جستجوی ما میتونه در بخش سالید ورک هلپ باشه، یا در بخش نالج بیس باشه، یا در بخش کمیونیتی فروم باشه، یا در بخش کامنتس باشه، یا فایل ان مودلز. فرض کنید که ما گزینه فایل ان مودلز رو انتخاب بکنیم، اون عنوانی که اینجا بنویسیم خود سالید ورک این رو جستجو میکنه. خب این یه قابلیت خوبیه که ما میتونیم برای دسترسی سریع به موارد دلخواهمون از اون استفاده بکنیم. و البته همونطور که گفتم، این بخش سرچ در تمام پنجره های سالید ورک که حالا ما در آینده با اونها کار خواهیم کرد قابل مشاهده هست. در سمت راست مواردی هست که اونها رو با عنوان تسک پن میشناسن. مورد اول مربوط به انجمن گفتگو یا فروم سالید ورک هستش. شما در این انجمن میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید، جوابای اونها رو
ببینید و مطالبی که مد نظرتونه اونجا مورد بحث قرار بدید. خب به طور بدیهی این بخش نیاز به وصل شدن به اینترنت داره. در قسمت سالید ورک ریسورسز ما مواردی رو در دسترس داریم مثل باز کردن یه فایل جدید و شروع کاربری اون یا فایل قدیمی یا تمرین هایی که و نمونه هایی که از قبل وجود داره و یا چیزهای جدیدی که به این نسخه سالید ورک اضافه شده و مواردی از این دست. و همه اینها میتونید دسترسی داشته باشید و حتی در این بخش شما میتونید اون موارد جدیدی رو که در اخبار و اطلاعیه های شرکت سازنده سالید ورک منتشر شده به صورت RSS دریافت کنید. خب بخش بعدی بخش دیزاین لایبرری هستش. تو بخش دیزاین لایبرری ما موارد مختلفی داریم که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. ببینید شما یه سری قطعات دارید که تو خیلی جاها از اونها استفاده میکنید، مثل پیچ، مثل مهره، مثل فنر و از این دست مسائل. ببینید قرار نیست که از این پروژه تا اون پروژه همه اینها رو از اول شما دوباره طراحی بکنید. لایبرری ها و کتابخونه هایی در این زمینه وجود داره. شما میتونید اونها رو حالا به نحوی که ما بعداً خواهیم گفت اونها رو نصب کنید، از اونها استفاده کنید و موارد دلخواهتون رو به پروژه خودتون وارد کنید. دسترسی به اونها از اینجا ممکنه. بخش بعدی فایل اکسپلورر هستش که اون مدیریت فایل شماست به نوعی و فایل های باز شده و یا فایل هایی که در دسترس شماست و مواردی از این دست رو میتونید اینجا دسترسی داشته باشید. بخش ویو پالت اینجا مربوط به بخش دراوینگ هستش که ما در انتهای این دوره آموزشی به اون خواهیم پرداخت انشالله. در این بخش شما وقتی که قطعه از قبل طراحی شده ای رو داشته باشید میتونید نماها و ویوهای مختلف اون قطعه رو از اینجا ببینید و مورد دلخواه خودتون رو به بخش دراوینگ وارد بکنید. خب این توضیحاتی داره که مفصله و ما در بخش خودش انشالله توضیح خواهیم داد. در بخش اپیرینس ما چگونه نمایش دادن رو انتخاب میکنیم. این چگونه نمایش دادن میتونه مربوط به اجسام ما باشه، یعنی اون قطعه‌ای که ما طراحی کردیم چطوری نمایش داده بشه. همچنین میتونه مربوط به صفحه کاری ما باشه، یعنی مثلا این بک‌گراند ما و از این دست مسائل چطوری نمایش داده باشه. اون رو هم از اینجا میتونیم دسترسی داشته باشیم. در بخش کاستوم پراپرتیز هم ما مواردی خواهیم داشت که بعداً توضیحات بیشتری داره و اونها رو میتونیم ببینیم، چون الان فایلی باز نیست تا ما بتونیم تنظیماتمون رو ببینیم، اینجا چیز قابل مشاهده نیست. در پایین نرم افزار یه نواری وجود داره به اسم استاتوس بار که به نوعی نوار وضعیت شماست. در سمت راست اون یه گزینه‌ای وجود داره به اسم Show Hide the Tags Dialog. وقتی که شما این رو کلیک بکنید یه پنجره باز میشه که شما میتونید برچسب‌های مد نظرتون رو اونجا تایپ کنید. اما این برچسب‌ها چی هستن و به چه دردی می‌خورن؟ وقتی که شما روی یه پروژه خیلی مفصل و دارای قطعات زیاد دارید کار می‌کنید، بعدن که بخواید برگردید و دنبال یه قطعه خاصی بگردید و روی اون بخواید یه تغییراتی اعمال بکنید یا یه سری مواردی از اون رو مشاهده بکنید، این دنبال قطعه گشتن یه مقدار از شما وقت میگیره. خب شما میتونید برای هر قطعه ای یه دونه تگ یا برچسب تعریف بکنید از همین طریقی که ما حالا خواهیم گفت و بعداً در بین تگ‌ها دنبال اون بگردید. شاید این کار برای جستجو و سریعتر ویرایش کردن اون قسمت مد نظرتون خیلی بهتر باشه و سریعتر به نتیجه برسید. برای تگ‌ها هم باید اون قطعه مد نظرتون رو که حالا ما بعداً طراحی خواهیم کرد انتخاب کنید و اینجا تگ مد نظرتون رو تایپ کنید. اگر هم بخواید این پنجره رو از حالت نمایش خارج کنید، میتونید روی این گزینه Show Hide the Tags Dialog دوباره کلیک کنید.
در سمت چپ پایین هم شما توضیحاتی میبینید که الان چون فایلی باز نیست، عنوان نرم افزار و نسخه اون رو نوشته و چیز خاصی به ما نشون نمیده، ولی در طی کار اون دستورات و چیزهایی که ما داریم باش کار میکنیم اون رو به ما نشون خواهد. در ادامه بحث ما میخواییم که یه فایل جدید بسازیم، در واقع ایجاد کنیم و روی اون و محیط اون توضیحاتی رو ارائه بدیم. ببینید، برای ساخت یه فایل جدید هم میتونیم به این قسمت منو بریم و روی گزینه فایل موس رو نگه داریم تا این زیر منوها باز بشه و گزینه نیو رو بزنیم. هم میتونیم کنترل N رو بزنیم و همچنین میتونیم روی این شورتکات کلیک کنیم. ما روی همین کلیک میکنیم. وقتی که روی شورتکات نیو کلیک کردیم، این پنجره رو میبینیم که برای ما باز شده. New SolidWorks Document. توی این بخش ما سه تا گزینه اصلی داریم. یکی بخش Part هستش، یکی بخش Assembly و دیگری بخش Drawing. خب من به خاطر اینکه بتونیم خیلی راحت این سه بخش رو و تفاوت‌ها یا شباهت‌ها و کلن اونها رو به شکلی که هستش درک کنیم، یه مثال میزنم. ببینید، وقتی که شما میخواید یک میز رو طراحی کنید برای ساخت، اون میز اولا که همش یک تیکه نیست، یعنی یه رویه میز داره، حالا فرض کنیم یه قطعه باشه از جنس MDF و یه دونه پایه داره که میتونه فلزی باشه مثلا. حالا اینکه اینها آیا میزهای مختلف چطورین و اینها بحث ما نیست. حالا به طور خیلی ساده و اجمالی، وقتی که بخواید این رو در سالید ورک طراحی کنید، باید اول قطعات اون رو جدا جدا در سالید ورک طراحی کنید. یعنی چی؟ یعنی توی یک فایل پارت یک بار رویه میز MDF رو طراحی بکنید و در یک فایل پارت دیگه اون پایه میز یا اون بخش فلزیش رو طراحی بکنید و بعد وارد فضایی بشید که این دوتا رو مونتاژ کنید، سرهم کنید، که به اون فضا در سالید ورک میگن اسمبلی. وقتی که شما وارد فضای اسمبلی بشید، میتونید اون قطعاتی رو که از قبل طراحی کردید رو به اونجا وارد کنید و اون قطعه نهایی و سیستم نهایی مد نظرتون رو طراحی کنید و سرهم کنید. حالا فرض کنید که ما میخوایم این رو بدیم بیرون بسازن برامون، یا اون تخته رو و MDF رو میخوایم بدیم نجاری برامون ببره. وقتی که میخوایم این کار رو بکنیم، باید روی یک دونه کاغذ خیلی ساده و در این حال واضح و گویا ما یه طرح ساده ای از اون شکل مد نظرمون با ابعاد و اندازه و اینها کشیده باشیم و اون رو بدیم به نجار برامون ببره، یا چیز مشابهی همین رو بدیم به جوشکار تا اون پایه رو برای ما بسازه. ترسیم اینطور چیزی که به درد پرینت گرفتن میخوره معمولا و به عنوان نقشه معرفی میشه، این رو در فضای دراوینگ انجام میدن. یک خصوصیت خیلی خوبی که داره فضای دراوینگ اینه که با اون دیگر فضاها، یعنی اسمبلی و پارت، کاملا در ارتباطه. یعنی اگر شما روی قطعتون در فضای پارت یه تغییری ایجاد بکنید، همون تغییر در فضای دراوینگ هم خود به خود اعمال میشه. البته این رابطه بین فضای پارت و اسمبلی هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما یک تغییری در فضای پارت اعمال بکنید روی قطعه مد نظرتون، اون تغییر به طور خود به خود در فضای اسمبلی هم اعمال میشه و همچنین برعکس. یعنی اگر در فضای اسمبلی شما تغییری روی قطعتون اعمال بکنید، اون تغییر در فضای پارت هم خود به خود اعمال میشه. در سمت چپ پایین این پنجره یه گزینه وجود داره به اسم ادوانس. این گزینه ادوانس رو که کلیک بکنیم، ما اینجا چند سربرگ میبینیم. سربرگ تمپلیت و چیزای دیگه که میتونه اینجا باشه. البته همینطور که می‌بینید، ما اینجا هم باز دوباره پارت، اسمبلی و دراوینگ رو داریم. اما شاید شما بخواید که اون فایلی که اول میاد بالا، اون فایل خام و نیو
که اول شما ایجاد میکنید، فایل جدیدی که ایجاد میکنید، اون یک سری ویژگی های خاصی داشته باشه. مثلا همین طور حالت پیش‌فرض یه دونه مکعب داخلش وجود داشته باشه به خاطر اینکه شما کارتون سریع‌تر بشه. برای این کار میتونید اون فایل رو به شکل تمپلیت ذخیره بکنید و حالا اینها چیزهایی هستش که ما بعداً انشالله روی اون مفصل توضیح خواهیم داد و اون شاخه‌ای که اون فایل در اون وجود داره رو به نرم افزار معرفی بکنید. خب حالا که این کار رو کردید، وقتی که به این صفحه وارد بشید میبینید که اسم اون شاخه اینجا اومده و مثلا اگر شما وارد اون شاخه بشید و اسم اون شاخه تمپلیت باشه، شما در این قسمت موارد مد نظرتون رو مشاهده خواهید کرد. اما خب فعلا ما با اینجا کاری نداریم و به همون بخش قبلی برمیگردیم. میتونیم روی این آیکون پارت دوباره کلیک کنیم و یا اینکه همینطور که در حالت انتخاب هستش گزینه اوکی رو بزنیم. قبل از اینکه من وارد بخش پارت بشم، یه نکته هم در مورد آیکون ها خدمت شما بگم که این سه تا آیکون به عنوان نماد اینها هستن، یعنی این آیکون به معنی نماد پارت و این آیکون به معنی نماد اسمبلی و این آیکون به معنی نماد دراوینگ هستش. اگر که ما اینها رو به ذهن بسپاریم، شاید خیلی جاها کارمون سریع‌تر پیش بره و در انتخاب مواردی که حالا پیش رو داریم بتونیم سریع‌تر اقدام بکنیم. خب ما وارد بخش پارت میشیم. خب در بخش پارت ما همونطور که میبینید باز صفحه ما بخش های مختلفی داره که البته بعضی از اونها قبلا توضیح داده شد، ولی خب بعضی از اونها جدید هستش که نیاز هست یه معرفی اجمالی نسبت به اونها داشته باشه. در بخش بالای صفحه این قسمت ما سربرگ های مختلفی داریم. ما اینجا میتونیم که همین سربرگ ها رو داشته باشیم و یا اینکه به اینها چیزهای اضافه یا از اینها کم بکنیم. اگر خواستیم چیزی به اینها اضافه بکنیم، با راست کلیک کردن روی یکی از اینها میتونیم که یه چیزی به اونها اضافه یا کم بکنیم. ببینید وقتی راست کلیک میکنیم اینجا موارد مختلفی هست. مثلا گزینه رندر تولز اگه من کلیک کنم، خب اینجا برای ما اضافه شد و موارد اون وارد شد. و یا اگر ما بخوایم که گزینه مولد تولز رو از اینجا برداریم، میبینید که میتونیم این تیکش رو برداریم و اون گزینه هستش. ولی خب توی این بحث آموزش مقدماتی، اون بخشی که ما بیشتر فعلا باش کار خواهیم داشت دو تا سربرگ فیچرز و اسکچ خواهد بود. در پایین این بخش فیچر منیجر ما ابزارهایی رو برای مدیریت و ویرایش اعضای کاریمون مثل زوم و یا مثل سیکشن زدن که یه بخشی از قطعه رو قطعه‌ای از قطعه رو میخواییم ببینیم داریم و یا اینکه نماهای مختلف بالا، پایین، چپ، راست، جلو، عقب و یا اینها و یا اینکه گزینه بحث اپیرینس هستش که قبلا در این قسمت تصفن یه توضیح خلاصی نسبت به اون داریم. در سمت راست این موارد، یعنی در اینجا، ما باز دوباره گزینه کلوز، ریستور، مینیمایز و دو تا مورد جدید داریم. کلیک تو تایل رایت و کلیک تو تایل لفت. ببینید ما وقتی که وارد سالید ورک میشیم، همونطور که قبلا هم گفتیم، در حالت عادی با این پنجره شبیه به این مواجهیم که هیچ فایلی داخل اون باز نشده. اما اگر که ما فایل های متعددی داشته باشیم و بخوایم که چند تا از اینها رو همزمان ببینیم یا همزمان روی اونها اشراف داشته باشیم، میتونیم از این موارد استفاده کنیم. حالا به خاطر اینکه ما کاربرد اینها رو بهتر ببینیم، من الان چند تا فایل که از قبل ذخیره کردم رو برای شما باز میکنم تا بهتر بتونیم بفهمیم اون دکمه ها چی کار میکنن. ما وقتی که بخوایم اینها رو باز کنیم، وارد گزینه اوپن میشیم و اوپن رو میزنیم، این پارت 1، 2 و 3 رو انتخاب میکنیم و اوپن رو میزنیم.
اینها سه تا شکل خیلی ساده هستش که من قبلا کشیدم و ذخیره کردم، به خاطر اینکه فقط بتونیم کاربرد یه سری از دکمه ها رو اینجا ببینیم. خب اگر که ما بخوایم به طور همزمان در واقع دو تا فایل رو نمایش بدیم، میتونیم این گزینه رو اینجا کلیک بکنیم. میبینید که این پنجره به سمت راست هدایت شد و با رفتن روی این پنجره این رو به سمت چپ هدایت کنیم. الان ما دو تا پنجره رو همزمان میتونیم ببینیم. اما وقتی که بخوایم که سه تا پنجره رو مثلا به صورت عمودی، یعنی همین طور که هست، یکی دیگه هم کنار اینها قرار بگیره و بتونیم اونا رو ببینیم، میتونیم به منوی ویندو بریم و تایل ورتیکالی رو انتخاب بکنیم. همونطور که میبینید اینا الان سه تاشون کنار هم قرار گرفت. به طور بدیهی وقتی بخوایم که سه تا پنجره رو به صورت افقی کنار هم ببینیم، میتونیم به منوی ویندو بریم و این گزینه رو بزنیم. همونطور که میبینید این سه تا پنجره به صورت افقی کنار هم قرار گرفت. خب در سمت راست دوباره همون موارد گذشته هست که توضیحاتش گذشت، اما در بخش استاتوس بار چند مورد جدید داریم و مهمترین اونها بخش واحدهای اندازه‌گیری هستن یا یونیت سیستم ما. در حالت عادی الان این فایلی که ما ایجاد کردیم گزینه MMGS هستش که به معنی میلیمیتر، گرم و سکند هست. خب شاید شما بخواید که واحد اندازه‌گیری خودتون رو تغییر بدید. اینجا سه تا مورد دیگه هم به غیر از این در دسترس شما هستش که میتونید اونها رو انتخاب بکنید. مثلا MKS یعنی متر، کیلوگرم و ثانیه. CGS یعنی سانتی متر، گرم و ثانیه. IPS یعنی اینچ، پوند و ثانیه. خب حالا شاید شما بگید که من واحد اندازه‌گیری میخوام غیر از اینها، اشکالی نداره، میتونید برید وارد بخش Edit Document Units بشین و از این بخش اون مورد دلخواهتون رو یا انتخاب کنید یا اون مورد دلخواهتون رو ایجاد کنید. اگر خواستید مورد دلخواهتون رو ایجاد بکنید، روی گزینه Custom کلیک میکنید و در مورد Tool میتونید اینجا موارد مختلفی وجود داره، اون رو انتخاب بکنید. مثلا ما همین میلیمتر. در مورد جرم مثلا موارد مختلفی وجود داره، اینها رو انتخاب بکنید. و در مورد زمان هم همینطور. و اینجا هم میتونید دقت اونها رو اعمال بکنید. مثلا تا 8 رقم اعشار میتونید اونها رو در نظر بگیرید که چطور نمایش داده بشه. و بنابراین از این بخش شما میتونید به واحدهای اندازه‌گیری خودتون دسترسی داشته باشید و اونها رو مدیریت بکنید. شاید سوال پیش بیاد که آیا به روش دیگه ای هم میشه به این پنجره دسترسی داشت یا نه؟ ما میگیم که بله. شما اگر که این پنجره رو ببندیم و به سربرگ به منوی تولز بریم، گزینه آپشن رو کلیک بکنیم، روی سربرگ داکیومنت پراپرتیز کلیک بکنیم، ببینید که اینجا این قسمت یونیت رو بهش دسترسی داره. خب باز از همینجا به اون تنظیمات دلخواهتون میتونید برسید. در سمت چپ این مورد ما یه قسمت میبینیم که وضعیت کاری فعلی ما رو به ما گفته، که الان ما در وضعیت ادیتینگ پارت هست. در بالای بخش استاتوس بار ما میتونیم فضای کاری خودمون رو انتخاب کنیم. ما چون الان در حال مدل سازی هستیم روی سربرگ مدل قرار داریم، ولی اگر بخوایم که تحلیل حرکتی بکنیم یا انیمیشن بسازیم یا چنین کارهایی بکنیم، میتونیم به بخش موشن استادی بریم، که اگر به بخش موشن استادی رفتیم و خواستیم این پنجره رو کوچیکش بکنیم، اینجا میتونیم روی این گزینه کلیک کنیم و همونطور که میبینید
اون قسمت های اضافی اون مخفی شد، ولی همچنان در فضای موشن استادی قرار داریم. اما وقتی که بخوایم کاملا از این فضا خارج بشیم، باید روی گزینه مدل کلیک بکنیم. در سمت چپ پنجره‌ای که مشاهده می‌کنید، ما بخشی داریم به اسم فیچر منیجر دیزاین تری. اینجا در واقع یک نمودار درختی از فیچرهایی که روی کارتون اعمال کردین به شما نمایش داده میشه. خب ما زیاد در مورد این بخش و بخش‌های کناری اون توضیح نمیدیم، فقط همین مقدار بدونید که یکی از بخش‌های پرکاربردی که ما در آینده با اون زیاد سر و کار خواهیم داشت همین بخش خواهد بود. در سمت راست اون یک گزینه شو دیسپلی پن به شکل دو تا علامت حالا بزرگتر یا کوچکتر ببینیم نمایش داده میشه. اینجا ما میتونیم که موارد دلخواهمون رو و نوع نمایششون رو به لحاظ رنگ و به لحاظ اینکه نمایششون به صورت شیشه ای باشه یا اصلا مخفی بشن رو اینها انتخاب بکنیم که فعلا ما با جزئیات اون کاری نداریم. فقط به عنوان یه مثال خدمت شما عرض کنم، اگر ما بخوایم که صفحه یا پلن فرانت رو ببینیم در صفحه کاریمون، چون الان ببینید وقتی که وارد بخش مدلینگمون میشیم، یعنی در اینجا هیچ صفحه‌ای ما نمیبینیم، ولی اگر بخوایم این صفحه فرانت رو همزمان مشاهده کنیم، میتونیم روی اون راست کلیک کنیم و این گزینه شو رو که شبیه یه عینک هستش بزنیم. اگر این گزینه شو رو زدیم، این صفحه اینجا نمایش داده میشه، ولی خب یه تغییری هم در آیکون اون توی این قسمت شما مشاهده میکنید. این رنگی شدن و یا توپر شدن این آیکون در این قسمت معنیش اینه که این در حال نمایش هستش و این رنگی بودن و توپر بودن این آیکون پلن در این بخش یا در این بخش به این معنی هستش که اون پلن ما در حال نمایشه و اون توخالی بودن یا سیاه‌سفید بودن آیکون موارد پایینی اون به این معنی هستش که اونها مخفی هستن و نشون داده نمیشن. خب ما این رو هم میبندیم و بحث بعدی که ما الان میخواییم توضیحاتی در مورد اون بدیم این هستش که چطوری این صفحه کاری خودمون رو خصوصی سازی بکنیم و به دلخواه خودمون اون رو ذخیره بکنیم. خب حالا اگر ما بخوایم که این صفحه کاریمون رو به شکلی که خودمون میپسندیم بچینیم، یعنی این منوها و این موارد دیگر رو اونطور که خودمون دوست داریم بچینیم، چیکار باید بکنیم؟ ببینید قبل از اینکه من جزئیات رو بگم، یه چیزی که خیلی دم دسته و راحت میتونیم اون رو بگیم این هستش که این قسمت فیچر منیجر تری اریا رو ما میتونیم با گرفتن و درک کردن این رو کوچک بزرگش بکنیم. همچنین این قسمت منوی فیچر منیجر رو این بالا میتونیم از اینجا بگیریم و بکشیم به سه تا سمت پیشنهادی که خود سالید ورک پیشنهاد داده ببریم. اگر ببریم این سمت و موس رو رها کنیم، میبینیم که منو این قسمت قرار گرفت. یا اگر بیاریم این سمت رها کنیم موس رو، میبینیم که منو این قسمت قرار گیره. ولی خب ظاهرا راحت ترش این بالاست، یا حداقل میتونم اینطوری بگم که من راحت ترم که این بالا باشه. یه مجموعه قسمت هایی وجود داره که ما از اونجا میتونیم این موارد دلخواهمون رو تنظیم کنیم، اما دست رسی به اونجا چطوری خواهد بود؟ اینجا ما روی این قسمت راست کلیک میکنیم، میاییم پایین این منو و گزینه کاستومایز رو کلیک میکنیم. وقتی که به پنجره کاستومایز وارد میشیم، اینجا قسمت‌های مختلفی وجود داره که ما میتونیم اون پنجره دلخواهمون رو تنظیم کنیم. ما قبل اینکه اینو توضیح بدیم، من یه نکته بگم که ما به این پنجره کاستومایز از یک طریق دیگه‌ای هم میتونیم برسیم و اون هم این هستش که به منوی تولز بریم و روی گزینه کاستومایز کلیک کنیم. ببینید الان دوباره همون پنجره برای ما باز شد. خب توی بخش تول بار ما
در سمت راست سه تا آپشن اینجا میبینیم که اگر این گزینه لارج آیکون رو کلیک کنیم به طور بدیهی آیکون ها بزرگ شد. تو این قسمت دقت بفرمایید، الان من تیکش رو برداشتم و دوباره الان تیک میزنم، میبینید که آیکون ها بزرگتر شد. در پایین اون گزینه شو تول تیپ هستش که اگر این گزینه فعال باشه و ما روی یک دونه دستوری بریم، میبینید که عنوان اون دستور و به علاوه یه سری توضیحاتی در زیر اون نمایش داده میشه که خب خوبه اینها باشه. یه وقتی